به نظر میرسد خمینی انقلابی شدن را از شاه یاد گرفته باشد و الا خمینی خودش در سال 1323 در کتاب کشف الاسرار نوشته است که ترسما از انقلاب سیاه و از پایین است همچنین نوشته است که آخوندهایی مانند او هیچ وقت با نظام مملکت مخالفت نکردند و حتی اگر حکومت را جائرانه تشخیص دهند باز مخالفت با آن نکرده و نمی کنند و لحاظا حدود ولایت و حکومت را که تعیین می کنند بیشتر از چند امر نیست از این جهت فتوا و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغیر و قاصر و در بین آنها هیچ اسمی از حکومت نیست و ابدا از سلطنت اسمی نمیبرند و هیچ فقیهی تا کنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ماست و هیچ گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و با اصل اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است خمینی در کودتای 28 مرداد سال 1332 هم با کاشانی و دربار در یک جبهه بود حتی بعد از انقلاب ضد سلطنتی علنا از اینکه مصدق از استعمار و ارتجا سیلی خورده ابراز خرسندی می کرد حالا بنگرید که در سال 1360 فداکاری های مجاهدین و تأثیر شهادت اشرف و موسا و رود خونی که در آن زمان خمینی به راه انداخته بود باید به کجا رسیده باشد که حتی کسی با سوابق دکتر امینی را به نگارش چه تسلیت و ادا کردن چه گواهی و شهادتی واداشته است در اینجا خوب میتوان حتی در قیاس با امینی درجه سبوعیت و سنگدلی رژیم ولایت و کارگزارانش را هم دریافت خدمت آقای مسعود رجوی مشرف است هو آقای عزیزم در این موقع که ادهی از همرزمان جناب عالی به خصوص همسرتان جان خود را در راه مبارزه با رژیم فعلی ایران از دست داده اند قطع نظر از اختلاف نظر در مشی سیاسی چون در وطن پرستی جناب عالی و همرزمانتان تردید ندارم به نوبه خود به عنوان یک نفر هموطن در ازای جناب عالی شریک می دانم و صمیم قلب مراتب تسلیت خود را به تمام خانواده های عزا به خصوص جناب عالی تقدیم می دارم و از خداوند متعال سلامتی و بقای عمر و موفقیت عالی را خواستارم دکتر امینی پاریس 11 فوریه 1982 این هم نامه تسلیت دریادار مدنی وزیر دفاع بازرگان و یکی از کاندیداهای دور اول ریاست جمهوری در سال 58 که اگر درست به یادم مانده باشد سه چهار میلیون رأی آورد قبل از ارائه این نامه که باز هم گواهی می دهد مجاهدین تا کجا در آرمان خود صدق و فدا داشتند یادآوری می کنم که نامنگاری های مخفیانه بنی صدر به خمینی و مدنی به رفسنجانی در سال 63 و بیانیه شورای ملی مقاومت در این باره در های قبلی از نظرتان گذشت باز هم دقت کنید که تفاوت بین همین در یادار مدنی با رژیم و جناهین آن تا کجاست؟ این نامه ها را از این بابت ارائه می کنم که نسل جوان در ماهیت و عملکرد رژیم ولایت فقیه به جد تحقیق و تدقیق کند نوزده بهمن 1360 برادر گرامی آقای مسعود رجوی از خبر جانگزای حمله به یکی از مراکز سازمان مجاهدین خلق اطلاع حاصل و بی نهایت متأثر شدم شهادت مجاهدین لایق موسا خیابانی و همسرشان و خانم اشرف ربیعی همسر رزمنده شما و گروهی از اعضای سازمان مجاهدین به دنبال دیگر شهدای راه وطن به دست مزدوران جمهوری به اصطلاح اسلامی خون در دل آزادی خواهان و عدالتجویان جویان نشانیده است ضمن ابراز همدردی برای شما آرزوی تحمل می کنم و به سازمان مجاهدین خلق تسلیت می گویم به حول قدرت الهی و با اتکا به نیروهای رزمنده و زوال ناپذیر ملت و در سایه همبستگی نیروهای معتقد به دموکراسی، انقلاب و جمهوری بیگمان بنیاد ستم واژگون و حکومت حق جانشین خواهد گردید با آرزوی پیروزی و موفقیت ملت ایران سید احمد مدنی